کالبد درونی هستی ژرف‌ترین خود توست. پرسش: شما پیش از این درباره ریشه داشتن ژرف در بدن و یا ساکن بودن در اون سخن گفتید. ممکنه توضیح بدید منظورتون چیه؟ پاسخ: بدن میتونه آستانه ورود تو به ساحت هستی بشه. اجازه بده کمی عمیق‌تر درباره این موضوع صحبت کنیم. پرسش: اما من هنوز منظور شما را از هستی نفهمیدم. پاسخ: اگه یک ماهی هم ذهنی مانند ذهن آدمی داشت میگفت آب، منظورتون از آب چیه؟ من آب رو نمیفهمم. خواهش میکنم سعی نکن معنای هستی رو بفهمی. تو پیش از هر چیز هستی رو تجربه کرده ای. اما ذهن همواره تلاش میکنه هستی رو بسته‌بندی کنه و برچسبی به اون بچسبونه. این شدنی نیست. هستی نمیتونه موضوع شناخت تو باشه. در هستی شناخت و شناسا و موضوع شناخت یکی میشن. میتونی هستی رو به عنوان من هستم همیشه حاضر تجربه کنی. این تجربه و متعاقب آن شناخت مقام روشن شدگی پایداره. تجربه همین حقیقته که تو رو آزاد میکنه. پرسش: آزاد از چی؟ پاسخ: آزاد از پندار باطل. پنداری که به تو میگه تو چیزی نیستی مگه بدن خود و ذهن خود. این وهم خود همونطور که بودا میگه مادر همه خطاهاست. آزاد از ترس در صورتهای گوناگونش. ترسی که معلول همون پندار باطله. ترسی که مایه عذاب توه. آزاد از گناه. رنجی که تو آگاهانه بر خود و دیگران تحمیل میکنی. همه اینها معلول حکومت بیچون و چرای آن خود دروغین بر فکر، عمل و گفته های توست. به فراسوی کلمات نگاه کن. پرسش: من از کلمه گناه خوشم نمیاد. این کلمه حاکی از اینه که من مورد قضاوت قرار گرفتم. پاسخ: میفهمم. قرن هاست که جهل، تعبیرهای غلط و یا میل به اعمال زور و کنترل دیگران باعث شده تا نظرها و تفسیرهای غلطی پیرامون کلمه گناه به وجود بیاد. اما حقیقتی هم در این تفسیرها و نظرها بوده. اگه نمیتونی به فراسوی چنین تفسیرهایی نگاه کنی و واقعیتی رو ببینی که مدلول کلمه گناهه، پس بهتره این کلمه رو به کار نبری. در سطح کلمات نمون. کلمه یک ابزاره. کلمه انتزاعه. کلمه به چیزی فراسوی خود اشاره میکنه. کلمه اصل اصل نیست. تو میتونی تا جایی که دوست داری درباره اصل بخونی و مطالعه کنی، اما هرگز نمیتونی اصل رو بشناسی مگر اینکه اونو چشیده باشی. بعد از اینکه اصل رو چشیدی دیگه کلمه اصل اهمیت چندانی برات نخواهد داشت. یعنی دیگه وابسته این کلمه نخواهی بود. به همین شکل میتونی در تمام طول عمر خود درباره خدا فکر کنی و حرف بزنی. اما آیا این به این معنیه که تو حقیقتی رو که این کلمه به اون اشاره داره میشناسی؟ اگه حقیقتی رو که این کلمه به اون اشاره داره نشناسی و به این کلمه بچسبی، در واقع به بتی ذهنی چسبیده ای. به تعبیر حکیم صنایع غزنوی: به هر چز راه وامانی چه کفران حرف و چه ایمان، به هر چز دوست دور افتی چه زشتان نقش و چه زیبا. البته نباید فراموش کرد که عکس این موضوع هم صادقه. یعنی اگه از کلمه اصل بیزار باشی، همین بیزاری تو باعث میشه هرگز طعم اصل رو نچشی. اگه از کلمه خدا خوشت نیاد که این خود شکلی از وابستگی منفیه، ممکنه نه فقط کلمه خدا رو بلکه حقیقتی رو هم نفی کنی که این کلمه به اون اشاره داره. به این ترتیب تو خود رو از امکان تجربه خدا محروم ساخته ای. البته همه این حالتها در یکی انگاری خود با ذهن ریشه داره. بنابراین
اگه کلمه‌ای برای تو کارایی نداره، کلمه دیگه‌ای رو جایگزین اون کن. اگه از کلمه گناه خوشت نمیاد، ناآگاهی یا حماقت رو جایگزین اون کن. این کار ممکنه تو رو به حقیقت نزدیک‌تر کنه، حقیقتی که آن سوی این کلمه است. پرسش: من کلمات ناآگاهی و حماقت رو هم دوست ندارم. این کلمات حاکی از این هم که نقصی در من هست. به این ترتیب من باز مورد قضاوت واقع شدم. پاسخ: البته که نقصی در تو هست. با وجود این تو مورد قضاوت قرار نمیگیری. نمیخوام تو رو سرزنش کنم. اما آیا تو هم به جامعه بشری تعلق نداری که فقط در قرن بیستم 100,000 نفر را به قتل رسون؟ از گناه سخن نمیگم. اما تا موقعی که تو هم اسیر ذهن نفسانی خیشی، میشه گفت که تو هم پاره ای از حماقت جمعی هستی. شاید به دقت شاهد وضع فلاکتبار اسارت انسان در زندان ذهن آلوده نفس نبوده ای. چشمان خود را باز کن و ترس، یأس، آزمندی و خشونتی را ببین که همه جا را فرا گرفته. ببین بیرحمی فجیعی رو که انسان بر خود و حیوان و گیاه روا می داره. لازم نیست سرزنش کنی، فقط شاهد باش. و علاوه فراموش نکن که شاهد ذهن خود هم باشی. ریشه حماقت و ظلم رو در ذهن خود پیدا کن. کشف خود نامشهود و نامیرای خود. پرسش: گفتید که یکی انگاری خود با صورت فیزیکی خود بخشی از وهم ماست. بنابراین چطور بدن، این صورت فیزیکی، میتونه آستانه شناخت هستی باشه؟ پاسخ: کالبدی که تو میتونی اون رو ببینی و لمس کنی نمیتونه آستانه هستی باشه. این کالبد مشهود و ملموس پوسته بیرونی، یا به تعبیر دیگه تصوری وارونه از اون واقعیت ژرف‌تر تو، در حالت طبیعی بستگی و ارتباط با هستی. میتونی این واقعیت زنده و حاضر رو که کالبد درونی توه در هر لحظه احساس کنی. بنابراین ساکن بدن خیش بودن یعنی بدن خیش رو از درون احساس کردن. منظور اینه که تو زندگی رو در درون بدن خیش احساس کنی و بدونی که دارای حقیقتی هستی برای صورت بیرونی. اما این فقط سرآغاز یک سفر درونیه، سفری که تو رو به اعماق، به اقلیم سکون و آرامشی ژرف میکشونه و به تو نیروی حیاتی و شور و سرمستی میبخشه. در ابتدا ممکنه گهگاه فقط بارقه ای از این تجربه بر تو بتابه، اما همین بارقه ها کمک میکنه تا بفهمی که تو ذره ناچیز در جهانی بیگانه نیستی، ذره‌ای که بین تولد و مرگ معلقه، لذت‌های زودگذر و آمیخته به درد و رنج رو تجربه می‌کنه و سرانجام فانی میشه. تو برای سیمای ظاهری خود با حقیقتی بیکرانه، قدسی و توصیف ناپذیر ارتباط داری. من نمی‌خوام باورهایی رو در ذهن تو بنشانم، بلکه می‌خوام نشون بدم که چطور می‌تونی خودت اون رو کشف کنی. تا موقعی که همه توجه تو معطوف به ذهنه، از هستی جدا افتاده ای. وقتی از هستی جدا افتاده ای، در بدن خود نیستی. ذهن همه آگاهی تو رو جذب می کنه و اون رو به مفاهیمی ذهنی تبدیل می کنه. اون وقت نمی تونی فکر رو متوقف کنی. فکر تحمیلی بیماری جمعی عصر ماست. به این ترتیب مفهومی که از خود در ذهن داری حاصل فعالیت‌های ذهنی توه. این هویت دروغین که ریشه‌ای در هستی نداره، چیزی میشه شکننده و همیشه محتاج و تحت سلطه دلهوره و هراس. در این صورت زندگی خود رو گم می‌کنی، هوشیاری خود رو نسبت به خیشتن خیش که واقعیت نامشهود و فناناپذیر توه از دست می‌دی. هوشیاری نسبت به هستی مستلزم رهایی آگاهی از اسارت ذهن. این رهایی
مهمترین وظیفه تو در سفر معنویه. این رهایی نیروی عظیم از جنس آگاهی رو از اسارت ذهن بیرون میاره. نیرویی که پیش از این خرج موضوعات بیهوده ذهن میشد. برای انجام این وظیفه مهم باید توجه خود رو از فکرها و دغدغه‌ها برگیری و اون رو به بدن خیش معطوف کنی، یعنی به جایی که هستی رو برای نخستین بار در اونجا تجربه می کنی. میدان نادیدنی انرژی که به چیزی حیات می بخشه که تو اون رو به عنوان کالبد فیزیکی خیش درک می کنی. اتصال به کالبد درونی. لطفاً همین حالا امتحان کن. شاید بهتر باشه که برای این تمرین چشمان خود رو ببندی. بعدها وقتی که در بدن خیش بودن برات آسون و عادی شد، بستن چشم ضرورتی نداره. توجه خود رو به درون بدن خود معطوف کن. بدن خود رو از درون احساس کن. آیا زنده است؟ آیا حیات رو در دست‌ها، پاها، شکم و سینه خود احساس می‌کنی؟ آیا می‌تونی اون نیروی لطیف و ظریف رو احساس کنی که همه اندام تو رو فرا گرفته و به تمام اعضای بدن تو و تک تک سلول‌های اون زندگی می‌بخشه؟ آیا احساس می‌کنی که این انرژی میدانی واحد و یک پارچه است؟ برای چند لحظه توجه خود رو به کالبد درونی خیش معطوف کن. درباره اون فکر نکن. احساسش کن. هرچی بیشتر توجه خود رو معطوف کالبد درونی خیش کنی، اون رو شفافتر و نیرومندتر احساس خواهی کرد. ممکنه احساس کنی که بدنت نورانی شده. گرچه این احساس میتونه کمک کنه تا تصویری کاملا متفاوت از تصویر پیشین از بدن خود داشته باشی، اما توجه خود رو از درون خیش منصرف نکن. تصویر هرچه میخواد باشه، زشت یا زیبا، مانع نفوذ ژرف‌تر تو به ساحت حقیقت خیشتن میشه. احساس کالبد درونی بیشکله و نامحدود و اسرارآمیز. این احساس همواره ژرف‌تر از پیش خواهد شد. در این مرحله اگه نمیتونی احساسی عظیم داشته باشی، نگران نباش. به هر میزانی که میتونی احساس کن. شاید فقط احساس کنی دستا یا پاهات مورمور میشن. برای این مرحله همین کافیه. فقط روی احساس خود متمرکز شو. بدنت به تدریج زنده و شاداب میشه. بعدها بیشتر تمرین خواهیم کرد. حالا چشمان خود رو باز کن. اما حتی اگه به اطراف خیش نگاه میکنی، توجه خود رو از میدان انرژی درونیت قطع نکن. کالبد درونی تو آستانه صورت فیزیکی تو و ذات حقیقی توست. هرگز تماس خود رو با اون قطع نکن. دگرگونی از طریق بدن. پرسش: چرا بعضی از مذاهب بدن رو محکوم یا نفی کردن؟ به نظر میرسه بسیاری از سالکان طریق معنویت بدن رو مانع سلوک و یا پرداختن به اون رو گناه تلقی کردن. پاسخ: باید پرسید چرا فقط تعداد اندکی از سالکان به مقصد میرسن؟ در سطح بدن انسان به حیوانات بسیار نزدیکه. در این سطح انسان هم مثل حیوانات تجربه هایی داره از قبیل لذت، درد، تنفس، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، میل به جفت پیدا کردن و تولید مثل کردن و البته تولد و مرگ. انسان مدتی طولانی پس از هبوط خود از عالم وحدت به عالم وهم و کثرت ناگهان بیدار شد و خود رو در بدن مادی و حیوانی خیش دید و این موضوع برای انسان بسیار ناراحت کننده بود. برای انسان پذیرش این حرف که خود رو گول نزن تو از جنس حیوانی بسیار دشوار بود. انسان خود رو برهنه دید و ترسید. نفی
ناآگاهانه بدن از همان ابتدا دامنگیر انسان شد. تهدید این که ممکنه غریزه بر انسان چیره بشه و او رو به مرتبه ناآگاهی محض برگردونه بسیار جدی بود. شرم و تابوها پیرامون بعضی از اعضای بدن شکل گرفتن، به ویژه اعضای جنسی. نور آگاهی انسان هنوز انقدر پرفروغ نبود که با طبیعت حیوانی خود دوست بشه، اون رو نفی نکنه و حتی از اون بهره‌مند بشه، چه برسه به اینکه به اعماق اون بره و ذات الهی نهفته در اون رو همچون گنج واقعیت در دل ویرانه اوهام کشف کنه. بنابراین او همون کاری رو کرد که باید میکرد. او از بدن خود کناره گرفت. او اکنون خود رو دارای بدن میدید، نه عین بدن. با ظهور ادیان این جدایی از بدن شکل باور پیدا کرد که تو بدن خیش نیستی. آدم های بسیاری چه در شرق و چه در غرب کوشیدن خدا، رستگاری یا روشن شدگی رو از طریق نفی بدن بیابند. این نفی خود رو در شکل‌های نفی لذت‌های بدنی و به ویژه لذت‌های جنسی، اجتناب از غذا و ریاضت‌های گوناگون و روحانیت‌ها جلوه‌گر ساخت. بعضی‌ها حتی بدن خود رو شکنجه می‌دادند چون اون رو حجاب ملاقات خدا تلقی می‌کردند. در مسیحیت به این کار ریاضت جسم می‌گفتند. عده‌ای هم با فرو رفتن در عالم خلسه از بدن خیش فرار می کردن و به این ترتیب در جستجوی تجربه های غیر مادی بودن. در عصر ما هم هستند کسانی که در این وادی سرگردانند. گفته می شه حتی بودا هم به مدت 6 سال بدن خیش را نفی کرد و ریاضت کشید. اما سرانجام دریافت که با نفی بدن نمی توان به روشنی رسید و بنابراین از این کار منصرف شد. اتفاقا او وقتی به روشنی رسید که بدن خیش رو همچون موهبتی عظیم پذیرفت. حقیقت اینه که تا کنون کسی از راه نفی بدن یا جنگ با بدن به تجربه های آنچنانی دست نیافته. گرچه ممکنه این تجربه ها برای تو جاذبه داشته باشن و تصویری از رهایی از عالم ماده ترسیم کنن. اما در انتها باز باید به بدن خیش برگردی، به جایی که استحاله حقیقی در اونجا اتفاق میفته. دگرگونی از طریق بدن اتفاق میفته، نه با اجتناب از بدن و نفی اون. به همین دلیله که استادان واقعی سلوک معنوی هرگز نفی بدن و ریاضت رو توصیه نکردن. درباره بدن از آموزه های کهن فقط پاره هایی باقی مانده. مانند این گفته مسیح که تمام بدن تو سرشار از نور خواهد شد. یا اسطوره هایی مانند این که مسیح هرگز بدن خیش را ترک نکرد بلکه با بدن خیش عروج کرد. هیچ کس به خود زحمت نداده تا معنای باطنی این آموزه ها را بفهمه. در عوض باور به این که تو بدن خیش نیستی همه جا شایع شده و موجبات نفی بدن یا گریز از بدن رو فراهم کرده. به همین دلیل سالکان بسیاری از تحقق آرمان‌های معنویشان محروم ماندند و به مقصد نرسیدند. پرسش: آیا ممکنه آموزه‌های گذشتگان رو که بدن رو محترم و مغتنم شمردند دوباره پیدا کنیم، یا اینکه بر اساس متون پراکنده‌ای که در دست داریم اونها رو بازسازی کنیم؟ پاسخ: نیازی به این کار نیست. همه آموزه‌های معنوی خاستگاه مشترکی دارند. به این معنا همواره یک حقیقته که در استادان معنوی گوناگون جلوه می‌کنه. من یکی از اونها هستم و تو هم اگه به ذات الهی خودت برسی یکی از اونها خواهی بود. راه رسیدن کالبد درونیه. گرچه همه آموزه‌های معنوی از یک سرچشمه جاری میشن، اما وقتی بیان یا نوشته میشن دیگه چیزی نیستن مگه مجموعه ای از کلمات، و کلمه چیزی جز نشانه نیست. همه این آموزه ها نشانه هایی هستن تا ما راه بازگشت به سرچشمه رو پیدا کنیم.
پیش از این درباره حقیقتی سخن گفتم که ساکن کالبد درونی توست. اکنون آموزه های استادان معنوی رو برات خلاصه می کنم. بنابراین نشانه دیگری پیش روی تو می زارم. لطفاً هنگامی که به آن گوش می سپاری کالبد درونی خود رو احساس کن. خطابه‌ای درباره بدن. آنچه را که تو به عنوان توده‌ای متراکم درک می‌کنی و بدن می‌نامی، بدنی که دستخوش بیماری، پیری و مرگ میشه، اساساً واقعی نیست. تو نیستی. به تعبیر رومی، نیست هست نماست. سوء تعبیر تو از واقعیتی بنیادینه که نه به دنیا میاد و نه می‌میره. خاستگاه این سوء تعبیر ذهن توه. ذهن تو به دلیل محدودیت‌هاش و قطع بودن رابطه‌اش با هستی مفهوم انتزاعی بدن رو می‌آفرینه تا شاهد باشه بر باور باطل جدایی پدیده‌ها و امور و نیز توجیهی باشه برای ترس‌های خود ذهن. اما روی خود رو از بدن خیش بر نگردون، چون در این بدن که نماد ناپایداری، محدودیت و مرگ است، شکوه واقعیت بنیاد و نامیرای تو قرار دارد. برای یافتن حقیقت بیرون از خود رو جستجو نکن، چون نمیتونی حقیقت رو در جایی جز در درون کالبد خیش پیدا کنی. با بدن خیش ستیزه نکن، چون با واقعیت خود ستیزه میکنی. تو کالبد خود هستی. بدنی رو که میبینی و لمس میکنی فقط قشری نازکه. زیر این قشر نازک کالبد نادیدنی تو نهفته است. از طریق کالبد درونیه که با اون یگانه نامیرا و جاودان حاضر اتصال پیدا میکنی. از طریق کالبد درونیه که جاودانه با هستی یگانه. ژرفای درون ریشه بگستران. کلید اتصال پایدار با کالبد درونیه. اینکه همیشه اون رو احساس کنی. این اتصال به سرعت ژرفا پیدا میکنه و زندگی تو رو دگرگون میکنه. هرچی بیشتر آگاهی رو به کالبد درونی خود بفرستی، اون رو پرفروغ‌تر میکنی. در این سطح بالا از انرژی، از هجوم نگرش و خصلت‌های منفی در امان میمونی. اون وقت وجود تو شرایطی رو فراهم میاره که متناسب با این سطح بالای انرژیه. توجه به کالبد خیش لنگریه که در لحظه حال افکنده ای. به این ترتیب در دنیای بیرون گم نمیشی و به اسارت ذهن خود در نمیای. البته ممکنه هنوز فکرها، احساسات، ترسها و آرزوهایی وجود داشته باشن، اما اونا دیگه نمیتونن بر تو چیره بشن. نگاه کن و ببین در حال حاضر توجه تو به چه چیزی معطوف شده. تو مشغول گوش دادن به جمله های این کتاب هستی. توجه خود رو روی این کتاب متمرکز کرده. تو همینطور نسبت به پیرامون خود، آدم‌های دیگه‌ای که در خونه هستند و غیره کمی آگاه هستی. به علاوه درباره اون چیزی که داری بهش گوش میدی، مقداری تفسیر ذهنی هم داری. اما هیچ کدوم از اینها نمیتونه توجه کامل تو رو به خود جلب کنه. ببین با کالبد درونی خود در ارتباط هستی یا نه. مقداری از توجه خود رو به درون معطوف کن. اجازه نده همه جریان توجه تو به سوی بیرون جاری بشه. همه اندام خود رو از درون به عنوان میدان انرژی احساس کن. تقریبا به این میمونه که تو با همه اندام خیش مشغول گوش دادن به این کتاب باشی. این تمرین تو در روزها و هفته های آینده خواهد بود. همه توجه خود رو به ذهن و دنیای بیرون معطوف نکن. با تمام وجود خود روی کاری که می کنی متمرکز شو. اما در این حال
کالبد درونی خود رو تا جایی که امکان داره فراموش نکن. ریشه های خود رو از خاک درون بیرون نیار. اون وقت خواهی دید که چطور آگاهی و کیفیت کارهات متحول میشه. هر جا که در صفی ایستاده و منتظری، صف اتوبوس، نونوایی، پست و غیره، از فرصت استفاده کن و کالبد درونی خود رو حس کن. به این ترتیب حتی انتظار در شلوغی‌های ترافیک هم برات لذت بخش خواهد شد. به جای گریز از لحظه حال، با احساس کالبد درونی ساکن لحظه حال باش. هنر هوشیاری نسبت به کالبد درونی به شیوه زندگی کاملا متفاوتی تبدیل میشه. به حالتی از اتصال دائم با هستی. اتصال دائم با هستی به زندگی تو معنی و ژرفا میبخشه. اگه در کالبد درونی خود عمیقا ریشه داشته باشی، نظارت بر ذهن راحت‌تر خواهد شد. به این ترتیب دیگه هر اون چه که در بیرون اتفاق بیفته نمیتونه تو رو بلرزونه. سکونت در کالبد درونی شرط اساسی حضوره. اگه حاضر نباشی، اداره زندگی تو به دست ذهن میفته. اون چه که در گذشته در ذهن تو ثبت شده، افکار و رفتار تو رو دیکته خواهد کرد. یعنی شرطی شدنهای ذهن به تو میگه به چه و چگونه فکر کنی و چگونه واکنش نشون بدی. البته ممکنه گهگاه از شر ذهن رها بشی، اما این رهایی دوامی نخواهد داشت. به ویژه وقتی که مصیبتی بر تو وارد بیاد و یا مانعی بر سر راهت قرار بگیره. اون وقت واکنش شرطی شده تو بی اختیار، خود به خود، قالبی و برخواسته از یک احساس نهفته خواهد بود. ترس. پس هنگام رویارویی با دشواری‌های زندگی که زندگی هرگز خالی از دشواری‌ها و مصیبت‌ها نخواهد بود، فوراً به دنیای درون خود برو و تا جایی که می‌تونی روی میدان انرژی درون خیش تمرکز کن. این کار فقط به چند ثانیه زمان نیاز داره. اگه تأخیر کنی، به واکنش ذهنی عاطفی شرطی شده مجال میدی تا بروز کنه و زمام تو رو در دست بگیره. به محض اینکه تمرکز خود رو به درون معطوف میکنی و کالبد درونی خیش رو احساس میکنی، بیدرنگ آرام و حاضر میشی و آگاهی خیش رو از چنگ ذهن میرهانی. اگه در اون شرایط ویژه به واکنشی نیاز باشه، اون واکنش از ژرفای تو برمیخیزه. همونطور که روشنایی خورشید بی نهایت بزرگتر از روشنایی شمعه، بصیرتی که در هستی هست بسیار بیشتر از درک و فهم ذهن توه. کالبد درونی تو دریاست و ذهن تو کوزه. تا زمانی که با کالبد درونی خود در ارتباط هستی، به درختی میمونی که عمیقاً ریشه در خاک داره و یا به ساختمونی میمونی با شالوده ای عمیق و استوار. مسیح حکایتی زیبا داره. دو نفر خونه ای برای خود ساختن. یکی از اونها خونه خود رو روی زمینی ماسه‌ای بنا کرد. طوفان وزید و سیل اومد و خونه اونو برد. دیگری زمین رو حفر کرد تا به سنگ و صخره رسید و اون وقت خونه خود رو ساخت. طوفان و سیل نتونستند خانه اون رو ویران کنن. پیش از ورود به کالبد درونی خیش ببخش. پرسش. وقتی میخواستم توجه خود رو به کالبد درونی معطوف کنم، احساس خوبی نداشتم. احساسی داشتم مثل تشویش و تهوع. بنابراین من نتوانستم چیزی رو تجربه کنم که شما درباره اش سخن گفته ای. پاسخ. تو چیزی رو احساس کردی که پیش از این هم در تو بوده و تو از اون خبر نداشتی. به محض اینکه توجه خود رو به کالبد خیش معطوف کردی، اون رو دیده ای. توجه کردن به کالبد درونی
به معنای فکر کردن درباره اون نیست، بلکه به معنای اینه که احساسات خود رو مشاهده کنی، اونها رو احساس کنی و اونها رو همونطور که هستن به رسمیت بشناسی و بپذیری. بعضی از احساسات رو میشه به سادگی شناخت، مثل خشم، ترس، اندوه و غیره. بر بعضی دیگه از احساسات دشوارتر میشه برچسبی نهاد. اونها ممکنه فقط احساسی مبهم از ناراحتی یا گرفتگی باشن، چیزی بین یک احساس عاطفی و یک احساس فیزیکی. در هر حال مهم این نیست که آیا میتونی روی اون برچسبی بچسبونی یا نه. مهم اینه که آیا میتونی اون احساس رو تا جایی که ممکنه به سطح آگاهی خود بیاری. عطف توجه کلید دگرگونی بنیادیه و توجه دقیق و کامل حاکی از پذیرش هم هست. توجه به پرتو نور میمونه، نیروی متمرکز آگاهی تو که همه چیز رو به خود تبدیل میکنه. در اندامی که سالمه و درست کار میکنه، احساس عمری کوتاه داره. به حباب یا موجی میمونه که بر سطح اقیانوس هستی ظاهر بشه و بعد محو بشه. اگه در کالبد خود نباشی، ممکنه یک احساس بتونه برای روزها و هفته ها در تو باقی بمونه و یا اینکه با احساسهای دیگه درآمیزه و به دردمندی بدن تبدیل بشه. مزاحمی که سالهای سال در تو خونه میکنه، از نیروی تو تغذیه میکنه، موجب بیماریهای جسمی میشه و سرانجام زندگی تو رو به افلاس و فلاکت میکشونه. بنابراین توجه خود رو به احساس خود معطوف کن و ببین آیا ذهن تو به الگوهای گلایه آمیز مثل سرزنش، احساس دلسوزی نسبت به خود و یا بیزاری چسبیده. اگه وضع چنینه، پس تو هنوز نبخشیده ای. عدم بخشش ممکنه متوجه خود و یا دیگران باشه، اما گاهی هم متوجه وضعیت‌ها و شرایط، گذشته، حال و آینده میشه و این نشون میده که ذهن تو از پذیرش و تسلیم تفره میره. آری، میتوان نسبت به آینده هم حالتی از عدم بخشش داشت. در این حالت ذهن نمیتونه عدم قطعیت آینده رو بپذیره و از پذیرش اینکه آینده در کنترل ما نیست تفره میره. بخشش به این معنیه که شکوه و شکایت رو کنار بذاری و از شر اندوه خلاص بشی. بخشش وقتی اتفاق میفته که بفهمی شکوه و شکایت تو چیزی رو عوض نمیکنه، جز اینکه احساسی از یک خود دروغین رو فربه‌تر کنه. بخشش یعنی عدم مقاومت در برابر زندگی، یعنی اجازه دادن به زندگی که در تو زندگی کنه. در مقابل بخشش چه چیزی قرار داره؟ درد و رنج، جریانی حقیر از انرژی حیاتی و در بسیاری از موارد بیماری جسمی. به محض اینکه حقیقتاً میبخشی، نیروی خود رو از ذهن پس میگیری. عدم بخشش خاصیت اصلی ذهنه. ذهن هم مثل نفس که ساخته و پرداخته ذهنه، نمیتونه بدون درگیری و خصومت باقی بمونه. ذهن از بخشیدن عاجزه. فقط تو میتونی ببخشی. تو در کالبد درونی خیش حضور میابی، احساس سکوت و سکون و آرامش میکنی و به هستی وصل میشی. به همین دلیل بود که مسیح گفت ببخشید پیش از آن که به معبد درآیید. رومی نیز در دیوان غزلیات خود میگه تو موسای جان خیشی و با هستی پیوندی ذاتی داری. چرا شبانی خصلت‌های ساخته و پرداخته ذهن خیش را بیشه خود ساخته ای؟ کفش‌های نفس رو از پا بیرون بیار. خود دروغین رو کنار بذار و با پایی برهنه و جانی فارغ از پندارهای باطل به دشت مقدس بیا و ساکن کالبد درونی خود شو. تکیه‌گاه تو هستیه، نه عصای ذهن. عصای ذهن رو بنداز. اگر
فرعون هوا و نفس زنده شدند با توجه به ذات خیش که با همه چیز و همه کس یگانه است. در گردن او زنگوله کن، آن را مشاهده کن و بشناس. اتصال تو با باطن هستی و یا ذات غیر متجلی. پرسش: رابطه حضور و کالبد درونی چیست؟ پاسخ: حضور آگاهی ناب است، آگاهی که از ذهن و دنیای صورت‌ها بازستانده شده. کالبد درونی تو حلقه اتصال تو به باطن هستی و یا ذات غیر متجلی است، منبعی که آگاهی از آن می تراود، همانطور که نور از خورشید ساطع می شه. بیداری نسبت به کالبد درونی همون آگاهیه که اصل خیش رو شناخته و به اون بازگشته. پرسش: آیا ذات غیر متجلی همون هستیه؟ پاسخ: آری، ذات غیر متجلی همون ذاتیه که ورای نام و شکل و توصیفه. به این کلمات نچسب و سعی نکن از اونها باوری بسازی. این کلمات چیزی بیش از نشانه ها نیستن. پرسش: شما گفتید که حضور همون آگاهیه که از ذهن باز ستانده شده. چه کسیه که این آگاهی رو از ذهن باز می ستاند؟ پاسخ: توی که آگاهی رو از ذهن باز می ستانی. اما از اونجا که تو در ذات خود همون آگاهی هستی؟ ای برادر، تو همه اندیشه ای؟ پس میشه گفت که باز ستاندن آگاهی از ذهن همون بیداری آگاهی از خواب صورت هاست. این حرف به این معنی نیست که صورت و شکل تو ناگهان در انفجاری از نور ناپدید میشه. تو میتونی در همین شکل و صورت به حیات خود ادامه بدی و با وجود این نسبت به بیشکلی و نامیرایی جان خیش آگاه باشی. پرسش: باید بپذیرم که اون چه شما میگید ورای فهم منه، اما در دلم احساس میکنم حرفای شما رو میفهمم. این فهم چیزی شبیه احساسه. آیا من خود رو گول میزنم؟ پاسخ: نه، تو خود رو گول نمیزنی. احساس دسترسی بیشتری به حقیقت داره تا فکر. من نمیتونم چیزی به تو بگم که تو پیشاپیش اون رو در جان خیش ندانسته باشی. وقتی به مرحله ای از اتصال درونی میرسی، به محض شنیدن حقیقت اون رو میفهمی و میشناسی. اگه به این مرحله نرسیده باشی، تمرین آگاهی از کالبد درونی میتونه به حس تو ژرفا ببخشه. کند کردن روند پیری. در ضمن، بیداری نسبت به کالبد درونی فایده‌های جسمی بسیاری هم داره. یکی از این فایده‌ها کند کردن روند پیری جسمه. در حالی که کالبد ظاهری تو پیر و پژمرده میشه، کالبد باطنی تو در معرض زمان قرار نمیگیره و هرگز دگرگون نمیشه. اگه در حال حاضر 20 ساله هستی، میدان انرژی کالبد باطنی تو در 80 سالگی هم همین خواهد بود. به همین نیرومندی و شادابی. به محض اینکه شیوه معمول زندگی تو، یعنی زیستن در بیرون کالبد خیش، عوض میشه و ساکن درون کالبد خیش میشی و در لحظه حال حضور پیدا میکنی، جسم تو هم احساس سبکی، شفافیت و سرزندگی میکنه. هرچه آگاه تر میشی، تراکم مولکولی بدن تو هم کمتر میشه. آگاهی بیشتر به معنای برداشتن بار توهم مادیت از دوش جان است. وقتی که با کالبد درونی بی زمان خود یگانه تر میشی، وقتی که حضور حالت طبیعی آگاهی تو میشه و گذشته و آینده دیگه بر تو چیره نیستن، اون وقت دیگه در روان و سلولهای بدن خود زمان ذخیره نمی کنی. ذخیره سازی زمان به عنوان بار گذشته و آینده از توان خود نوسازی سلولها به شدت می کاهه. بنابراین اگر ساکن کالبد درونی خیش باشی، روند پیری کالبد بیرونی تو کندتر میشه
و حتی وقتی که پیر میشه باز ذات بی زمان تو از خلال آن می درخشه و به تو جلوه جوان و شاداب می بخشه. پرسش: آیا این مدعا شاهدی علمی هم داره؟ پاسخ: امتحان کن، اون وقت تو خود شاهدی بر مدعای من خواهی بود. تقویت سیستم دفاعی بدن. فایده دیگه ساکن شدن در کالبد درونی تقویت سیستم دفاعی بدنه. هرچی بیشتر جریان آگاهی رو به کالبد خیش بریزی، سیستم دفاعی بدنت نیرومندتر عمل خواهد کرد. چنانکه گویی هر سلول بدن تو بیدار میشه و به رقص در میاد. بدن تو توجه تو رو میطلبه و اون رو دوست داره. در ضمن این کار شکلی مؤثر از شفای خوده. بیشتر بیماری ها وقتی به درون تو میخزند که تو در بدن خیش حضور نداری. وقتی ارباب در خانه نیست، اشباح در خانه او ساکن میشن. وقتی تو در خانه بدن خیش حضور داری، برای میهمانان ناخوانده دشواره که وارد خانه تو بشن. البته فقط سیستم دفاعی بدن ما نیست که در اثر ساکن شدن در کالبد خیش تقویت میشه. سیستم دفاعی روان ما هم به این ترتیب تقویت خواهد شد. تقویت سیستم روانی تو موجب میشه که نسبت به حوزه‌های نیروهای منفی ذهنی عاطفی دیگران که بسیار مصری هم هست مسئولیت پیدا کنی. چنین نیست که ساکن شدن در کالبد خیش با قرار دادن سپری پیرامون تو از تو محافظت کنه، بلکه با بالا بردن فرکانس میدان انرژی تو این کار رو میکنه. اون وقت ترس، خشم، افسردگی و غیره که فرکانسی پایین دارن دیگه نمیتونن وارد حوزه آگاهی تو بشن. حتی اگه وارد بشن با مقاومت تو روبرو نمیشن، چون به سرعت از تو عبور میکنن. حقیقت این موضوع رو خودت امتحان کن. برای بالا بردن توان سیستم دفاعی بدن مراقبه ساده و بسیار مؤثر وجود داره. این مراقبه به ویژه وقتی اثر گذاره که تو نخستین علائم یک بیماری رو در خود کشف میکنی. اما این مراقبه در مواقع دیگه که کاملا بیمار شده ای هم مؤثره. البته اگه به طور مکرر و با تمرکز کامل انجام بشه. این مراقبه همچنین اثر شکل‌های گوناگون افکار و احساسات منفی در تو رو خنثا می‌کنه. با وجود این، مراقبه مذکور نمی‌تونه جانشین حضور لحظه به لحظه تو در کالبد خیش بشه. در غیر این صورت، اثر اون بسیار زود گذر خواهد بود. مراقبه این: آن زمان که دل مشغول چیزی نیستی، مثل دقایقی پیش از به خواب رفتن و دقایق اولیه بیداری، خون آگاهی رو در جوی رگ‌های خیش روانه کن. چشمان خود رو ببند. به پشت بخواب. بخش‌های مختلف بدن خود رو انتخاب کن و روی اونها تمرکز کن. دست‌ها، پاها، شکم، سینه، سر و غیره، تا جایی که ممکنه انرژی حیاتی رو در اونها احساس کن. با هر عضو از اعضای بدن خیش 15 ثانیه بار. اون وقت اجازه بده که توجه تو همچون یک موج چندین بار در سر تا سر بدنت حرکت کنه. از کف پاها به جانب سر و از سر دوباره به جانب کف پاها. چند دقیقه کفایت میکنه. این احساس رو چند دقیقه نگه دار. در این چند دقیقه کاملا حضور داشته باش. حضوری با تک تک سلولهای بدن خود. اگه ذهنت گهگاه پادر میونی کرد و خاطر تو رو از بدن خیش به فکری منصرف کرد، نگران نباش. به محض مشاهده این موضوع دوباره توجه خود رو به بدن خیش معطوف کن. بگذار نفس‌ها تو رو به درون کالبدت ببرن. پرسش:
گاهی وقتی که ذهنم بسیار فعاله، برگرفتن توجه از ذهن و معطوف داشتن اون به کالبد خیش برام بسیار دشوار می نماید. به ویژه وقتی که نگران یا مضطرب هستم. آیا چاره‌ای برای خلاصی از این حالت وجود داره؟ پاسخ: وقتی که تماس با کالبد درونی برات دشوار میشه، راحت تر اینه که روی تنفس خود تمرکز کنی. تنفس هوشیارانه که در جای خود مراقبه نیرومند نیز هست، به تدریج بین تو و کالبد درونیت ارتباط برقرار میکنه. نفسهای خود رو هنگامی که به ریه ها میرن و بیرون میان با توجه خیش دنبال کن. نفس بکش و توجه خود رو به دمها و بازدمهات معطوف کن. چشمان خود رو ببند و خود رو غرق در حاله نورانی مجسم کن. غرق در هوای پروکسیژن آگاهی. اون وقت این هوای پروکسیژن آگاهی رو به درون ریه ها بفرست. احساس کن که این هوای نورانی همه بدن تو رو پر میکنه و تو نورانی میشی. سپس به تدریج توجه خود رو به احساس خود معطوف کن. سعی نکن از این موضوع تصویری ذهنی بسازی. استفاده خلاق از ذهن. اگه میخوای برای هدفی خاص از ذهن خیش استفاده کنی، این کار رو بکن، اما در ارتباط با کالبد درونی خیش. فقط وقتی که بتونی بدون واسطه فکر آگاه باشی، اون وقت میتونی از ذهن خیش خلاقانه استفاده کنی. ساده ترین راه برای ورود به این حالت راه کالبد توست. هر زمان که به پاسخ، راه حل یا ایده خلاقانه نیاز داشتی، کافیه که فکر رو با متمرکز ساختن توجه خود روی میدان انرژی درونی برای لحظه‌ای متوقف کنی. نسبت به سکوتی که همه وجود تو رو فرا گرفته هوشیار شو. اون وقت وقتی فکر رو از سر میگیری، فکر تو تازه و خلاق خواهد بود. در همه فعالیت‌های فکری مدام بین فکر و سکوت درون در رفت و آمد باش. به تعبیری فقط با سر خود فکر نکن، با همه وجود خود فکر کن. هنر گوش دادن. وقتی به حرفهای کسی گوش میدی، فقط با ذهن خود به او گوش نده، بلکه با همه وجود خود به او گوش بده. هنگام گوش دادن به او، میدان انرژی کالبد درونی خود رو احساس کن. این کار توجه تو رو از فکر بر میگیره و آرامش و سکوتی میآفرینه تا تو بتونی حقیقتاً و بدون مزاحمت ذهن گوش بدی. به این ترتیب تو به دیگری فضایی برای بودن میدی. این بهترین هدیه‌ایه که تو میتونی به کسی بدی. بسیاری از آدم‌ها نمیدونن چطور به حرف‌های کسی گوش بدن، چون بخش عمده توجه این آدم‌ها رو فکر رو بوده. اونها بیشتر مشغول فکر خود هستند تا حرف‌های مخاطب خود و یا چیزی که در حرف‌های مخاطبشان نهفته است، یعنی هستی. بدیهیه که تو نمیتونی هستی دیگری رو احساس کنی مگر از طریق احساس هستی خود. این احساس سرآغاز تجربه یگانگی با همه چیز و همه کسه. سرآغاز عشق. در ژرف‌ترین سطح وجود تو با همه چیز و همه کس وحدت داری. رابطه بسیاری از آدم ها از سطح تعاملی ذهنی فراتر نمیره. در این نوع رابطه ها این وجود آدم ها نیست که با وجود دیگری رابطه برقرار میکنه. هیچ رابطه ای نمیتونه در این حالت شکوفا بشه. به همین دلیل بسیاری از رابطه ها آلوده به بگو مگو و نزاعه. وقتی زمام امور زندگی تو در دست ذهن، درگیری، مشاجره و مسئله ها اجتناب ناپذیرند. تماس با کالبد درونی فضای گشاده و پاک بی ذهنی رو می آفرینه. فضایی که در اون رابطه میشکافه.